جشن ایران باستان نوروز، سلامت جان و روح. چهارشنبه سوری به استقبالش میاد، سیزده به در بدرقش میکنه. بهار خانوم آرام آرام رقصان و رقصان بدون رو دروسی وارد منزل شما میشه، براتون عیدی میاره، یک صندوق پر از امید به همه شما عیدی میده، اما به جاش یک لبخند و یک قلب پر از عشق از شما عیدی میگیره. با هم بی حساب میشین، اینجوری میشه که دیگه با هم حساب کتابی نداریم. با عشق و امید تمام سال رو سپری میکنیم. یادمون نره یکدیگر رو ببخشیم برای تمام ندیدنها، نبودنها، نگفتنها. نوروز یعنی برگردوندن همه ما سر یک سفره که نامش هفت‌سینه. نوروزتون خوشاست. بیا بیا دل برو که من قربون تو شم، دنیا دو روزه بیا مکن شو روزمون، خورشیدمون صبح نوروزه. دیدی چه تو ماننده او یک سال برفت، سال نو اومد یک سال چنو تنده برفت، که پندری همی دیروزه. آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه، تا آدمی جونه دلم چشم خبر سون زل بینه که قرده تو کمون پشت ما بوزه. یا بیا یا بیا افت و فرون شد پشت کون، کم کم و کم و شم، بیا که با سر زد زکو ما همچنو یک همه تو شد. برچه چنی برچه چنو ایچنو مبون دل برو که میمار، ایجور که میبینی زمونه سال به سال کهنه با ما شد. آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه، تا آدمی جونه دلم چشان خبر سون زل بینه که قد تو کمون پشت ما بوزه. بیا 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 با هم برم بند دره یا چره با مالا، مگو سبا دیر سبا ورخ بیا تا برم حالا. در آن در دور از همه بی هم همه خرم و خندان، دور از شر و شور و شر با شر شر او کنم لامالا. آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه، تا آدمی جون دلم چشان خبر سون زل بینه که قد تو کمون پشت ما بوزه. تا آدمی جون دلم چشان خبر سون زل بینه که قد تو کمون پشت ما بوزه. بهار از آن طبیعت است و متعلق به همه، طبیعت مال همه است. خوش آنان که بهار دانایی از خاک وجودشان جوانه می‌زند. خوش آنان که در حوالی معرفت منزل دارند. خوش آنان که تمام اخم زمستان را به یک دست بودن و سپید بودن آن و به بهای لبخند بهار می‌بخشند. طبیعت بهار سخاوتمندی است. بوی عطر و نشاط و سرسبزی است. سخاوتمندی رو از بهار بیاموزی. یک دست سرسبز و خرم.
بهارتان سبز، عیدتان مبارک، عشقتان و عمرتان بر مدار حق و حقیقت رقصان باد. عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبز پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد، هل برین آمد، فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد، کار دل اون شام شد آسیب محبت به سر صفره سینا آمد. شور بهاران شکافت از دل ویرانه ها، خال تب گل ببین بر تن پروانه ها، ناشدن از کهنگی شیدایی است، در تن و جان بهار روح اهورایی است، تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد، موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از گرده ی لیلایی است، ای که بهاران رسید، فصل فراوان شدن به یه گم گشته یه زیبایی هست، بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکن، از ره سرمک بزری، هم به سرا پرده یه شهناز کن. گردا گرد مهر تابناک ایران زمین، روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین. ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر، برترینش کن برایم این زمان و این زمین.
bir hayal nedir? و امسال در کنار خانوادتون و دوستانتون جشن بگیرین و در کنار بودن همینجوری ادامه پیدا بکن. بهار بهترین بهانه برای زیستن و آغاز بهار بر شما مبارک باد. متشکرم. سلام و درود بر شما. من مایکل پارسا هستم، نماینده پارلمان آنتاریو برای رایدینگ اورورا، اوکریجز و ریچمند هیل. از طرف خودم، پریمیر فورد و تمام دولت آنتاریو، فرارسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یادگار جمشید جم را به همه شما تبریک میگویم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. علم دولت نوروز به صحرا برخاست، زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست، بر عروسان چمن بست صبا هر گوهری که به غواصی ابر از دل دریا برخاست. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز،
در آستانه فرارسیدن عید سعید باستانی نوروز و تمطراق پیک بهاران و آغاز سال نو، تبریک و تهنیت صمیمانه شرکت لندرزبورگ گروپ و اسکای پراپرتی گروپ را تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی را آرزومندی. همچنین به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که مجموعه شرکت‌های ما که طی 10 سال گذشته در بخش وام مسکن در خدمت جامعه پویای ایرانی در تورنتو بوده، همکنون در راستای ارائه طرح‌های مسکونی و پروژه‌های ساختمانی در بهترین مناطق تورنتو برای علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری و خرید واحدهای مسکونی خواهد بود. امید داریم که سال نو سالی سرشار از صلح و دوستی برای همگان باشد. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. شاد و سربلند باشید. سلام هموطنان عزیز، در هر کجای این کره خاکی که بیننده برنامه ما هستین در این لحظه، در گذر از هزارها و صدها سرزمین آریایی ایران، سرزمین آفتاب و مهر، سرزمین عشق، سرزمینی که با هر گردش به دور خورشید طبیعتش نو می شود، سرزمینی که تلاش به دور افکندن کهنه ها و جویای نو شدن بهار را دارد، با چنین دیگرگونی بهار را نشونه می گیره، نوروز رو به همراه میاره، نو شدن رو گرامی می داره. و با هر تکرار، تکرار و تکرار هر بهار، برای هزاران سال در نگاه داشتن به این فرهنگ دیرینه می پردازه. لازم میدونم از طرف خودم و همکارانم این رسالت رو به جا بیارم که نوروز رو خدمت یکایک شما سروران عزیز تبریک بگم. آرزوی سربلندی و سلامتی برای یکایک شما داشته باشیم. همچنین سپاس و قدردانی خودمون رو نثار عزیزانی بکنیم که در این روزهای خاص، نه تنها در این روزهای خاص بلکه در تمام سال، با ما همراهی می کنن تا ما توان برگزاری این سنت کهنمون رو داشته باشیم و نوروز رو پاس بداریم. تمام حمایت کنندگانی که به شکلهای مختلف، چه در برنامه هاشون چه در پیام هاشون ما رو یار بودن، سپاس گذاریم. سپاس ویژه، سپاسی که در تمام طول سال ما هر روز هم اگر قدرشناسی کنیم کم هست، رو داریم از حمایت کننده ویژه خودمون، شرکت مالی لندرز و اسکای پراپرتی گروپ به مدیریت جناب سلیم هناره، که دو شرکت میشه گفت از بزرگترین ها و معتبرترین های شهر ما هستند که به وجودشون افتخار میکنیم. سپاس فراوان داریم از یکایک شما عزیزانی که وقت عزیزتون رو در تمام طول سال به ما اختصاص میدین و این فرصت رو به ما میدین که در خدمتتون باشیم. امیدوارم که تونسته باشیم در سال گذشته آنچه که حق کلام بود و درست بود که به گوش شما و سمع و نظر شما برسه، ما انجام داده باشیم. اگر خطایی دیدید ما رو ببخشید، کوتاهی دیدید ما رو ببخشید. آرزو میکنیم که در سال جدید بهترین ها رو بتونیم تقدیم حضورتون کنیم. عاشقان ای عاشقان، مژده عید آورده ام. عاشقان ای عاشقان،
مژده عید سعید آورده ام، عاشقان عاشقان از باغ سبز آسمان، هر مهان عشق و امید آورده ام، هر مهان عشق و امید آورده ام. عاشقان نوروزتان پیروز باد، عاشقان هر روزتان نوروز باد، عاشقان خوشید و ماه بختتان، چون چراغ عشق جان افروز باد، کامتان شیرین و رنگین خالتان، عاشقان دست من و دامانتان. عاشقان نوروزتان پیروز باد، عاشقان هر روزتان نوروز باد، عاشقان خوشید و ماه وقتتان، چون چراغ عشق جان افروز باد، کامتان شیرین و رنگین خانتان، عاشقان دست من و دامانتان. به جمشید و آینه پاکش درود، که نوروز از او مانده در یاد بود. نوروزتان مبارک. من فرهنگ دلانی هستم از سادویز انترنشنال یتی کانادا. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. نوروزتان پیروز. با سلام، علی احمدی مقدم هستم، وکیل رسمی در استان اونتاریو. خواستم از این فرصت استفاده کنم و سال نو رو به تمام شما عزیزان تبریک بگم. با هم دیگه سال خیلی سختی رو پشت سر گذاشتیم، با امید اینکه امسال سالی توام با سلامتی و موفقیت در پیش رو داشته باشیم. هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز. بهار بهترین بهانه برای زیستن و آغاز بهار، نوروز ماندگار ما ایرانیان را همراه دارد. نوروزتان سرشار از عشق و سلامتی باشد. نوروز خجسته باد. رویا جمالی، مدیر وام مسکن از بانک تی دی کانادا تراست. با درود، سیاوش منصوری هستم، مشاور ارشد املاک از شرکت ریمکس ریلتران. بار دیگه خدمتتون هستم که برای رسیدن نوروز باستانی رو به شما عزیزان فرخنده باد بگم و در ضمن سپاسگزاری کنم از تمام دوستانی که در سال گذشته اجازه دادن ما در خدمتشون باشیم و با حمایت خودشون باعث پیروزی روز افزون ما شدن. برای یکایک که شما عزیزان آرزوی سالی سرشار از تندرستی، پیروزی و خرسندی دارم. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. فرا رسیدن سال نو را خدمت شما هموطنان و فارسی زبانان عزیز تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که سال آینده سرشار از صلح و سلامتی برای همه شما داشته باشیم. آب زنید راه را هین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد. صد سلام بهاری تقدیم حضور شما هموطنان گرامی در هر کجای این کره خاکی که هستید. سلامی بهاری تقدیم پرستوی نازنینمون و سلامی خدمت شما بود بینندگان تصویر ایران و خیر مقدم بهار و تبریک سال نو. خوشحالیم چون که بهار از راه رسیده. بهار یعنی امید، بهار یعنی زایش دوباره. و پرستو جان، بهار برای ما ایرانی ها خب متعلق به همه دنیاست، این فصل زیبا و این آغاز دوباره، اما ما با بقیه دنیا این فرق رو داریم که بهار نوروز رو به همراه میاره و ما ایرانیان به نوروزمون میبالیم، افتخار میکنیم. خوشحالیم برای اینکه یک بار دیگه شانس این رو داشتیم که دور هم جمع بشیم
به دیدن شما عزیزان بیایم عید دیدنی و نوروز باستانی رو با هم در کنار هم جشن بگیریم. خب چه خبرها پرستو خانم؟ خبرهای خوب، نو شدن طبیعت و نو شدن عهد و پیمان با یاران، دوستان، عزیزان. چی از این زیباتر و چی از این قشنگتر؟ خب فرقای زیادی شاید این نوروز با نوروزهای دیگه داشته باشه. البته سفره هفت سین، خانه تکانی و خیلی چیزهایی که همیشه رسم و رسوممون بوده و قشنگم بوده و دلیلم داشته هر کدومش سر جای خودش هست، اما بعد از دو سال سختی و پیوندی که تمام دنیا با هم بستن بر سر برحال ویروس ناگهانی که به سر همه آمد، شاید در نوروز و جشنها و گرد همایی های ما هم بی تأثیر نبود، اما امسال یک کمی اون آرامش خوست و حال نوروزهای قبل داره به ما برمیگرده و منتظرش هم بودیم، دوست داشتیم که این اتفاق بیفته و این تغییر حاصل بشه و افتاده و افتاد. البته که هر چهار فصل زیباست، هر چهار فصل طبیعت زیباست، شاید از همهشون حتی زیباتر زمستان هست، با اینکه ما همیشه از سرماش مینالیم و دلمون میخواد زودتر تموم بشه، ولی قبل از که شروع بشه دلمون میخواد که زودتر شروع بشه، انگار که اون برفش، اون سپیدیش، اون پاکیش، اون زیباییش واقعا یه چیز استثنایی در طبیعت هست. با همه زیبایی بهار، با همه زیبایی پاییز یا با همه آزادی که در تابستان نصیب ما میشه، ولی زمستان یه فصل بسیار بسیار استثناییه که همه جای کره زمین رو هم در بر نمیگیره، فقط بعضی از کشورهای دنیا هستن که این خوشبختی رو دارن که زمستان رو تجربه بکنن. برای همینم میخوام خدمت دوستان عزیزم و شما یار نازنینم که بگم با اینکه زمستان داره تموم میشه، ولی واقعا قدر زمستان رو هم باید دونست. من یه شعری براتون میخونم در این زمینه که واقعا زمستان خیلی فصل زیباییه و واقعا من خیلی از برفش، از زیباییش، از پاکیش لذت میبرم، ولی متاسفانه به خاطر سرماش همیشه لعنت و نفرینش میکنیم. یه شعری هست از مشتبه حیدری که من یه تزیین کوچولو روش نوشتم و در واقع تزیین مخمس که خیلی من اون شعر ایشون رو دوست داشتم، روش اومدم ادامهش دادم به این شکل که ایشون میگه: دیدی که چه بی رنگ و ریا بود زمستان، مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان، یک جا ثمر نذر و دعا بود زمستان، در جای دیگر قهر و قضا بود زمستان، گاهی به سنا گه به جفا بود زمستان، دیدی که چه بی رنگ و ریا بود زمستان، مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان، بس شاخه بریدیم و بسی خشت بچیدیم، بس خز بدریدیم و بسی پشم خریدیم، با قهر و غضب گوشه کاشانه خزیدیم، دیدیم فقط سردی او را و ندیدیم، از هرچه دورانگیز رها بود زمستان. یارب ز نسیمت چو بر افلاک دمیدی، این فرش سپیدی که در این خاک تنیدی، نقشی که بران با قلم نور کشیدی، بود هرچه دران بود سپیدی و سپیدی، یکی رنگ و پر از صدق و صفا بود زمستان، دیدی که چه بی رنگ و ریا بود زمستان، مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان. چقدر زیبا بود و قسمت یه رنگیش سپیدی برخواهد، یک دست و یک رنگ، این زیبایی و پاکی و خلوص و صدق و صفای زمستان واقعا هیچ اصلی نداره. و با اینکه تمام شد و تهماندش در آغاز بهار رو ما داریم تجربه میکنی، ولی واقعا باید از زمستان هم لذت برد. بله، همونطور که خودت اشاره کردی و چه زیبا هم اشاره کردی، اول که بگم سر قولش خوشبختانه مونده، یعنی قولی که سال گذشته از چند روز پیش گرفتیم، امسال در سال جدید 1401 داری اجراش میکنی و کم کم با شعرهای خودت فرمایش شما رو برای چشم می‌سینی افسانه نازنین درست داری. همونطور که پرستوی عزیز گفت: با خوبی ها و بدی ها، هر آنچه که بود برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت و امروز بهار و نوروزتون رو جاودانه می‌دارید. حقیقتا واقعا سال نو وقتی که میاد با خودش این فرصت رو به ما میده که اون چیزی رو که گذشت رو
گذشت. درس‌هایی رو که باید ازش یاد بگیریم و یاد بگیریم و سختی‌هاش رو شاید ناملایماتش رو در واقع از ذهنمون پاک بکنیم. تمرین زندگیه دیگه، زندگی سالم کردن و درست کردن تمرین این در واقع حقایقی است که برای ما اتفاق میفته در درس‌هایی که ازش میگیریم در با هر رنگ و بو. ما هفت سینی داریم که خیلی بهش میبالیم. هر کدوم از این سین‌ها برای خودشون ماجرایی دارن و حکایتی دارن که به هر حال برکت رو به زندگی همه ما بیارن. هفت سین همینجوری انتخاب نمیشه، این عنصرهای مهمی که بالاخره ما میچینیم سر سفره و برای نسلی که بچه‌های ما هستن تعریف میکنیم، همشون فلسفه‌های خاص خودشون دارن. بعد آغازی دارن و پایانی دارن. میریم به سراغ این که امسال میخواین چه کنین؟ آیا گلای زندگیتون رو نوشتین؟ آیا خانه تکانی کردین؟ این خانه تکانی که میگن اینجا هفته یه بار همه خونهشون رو تمیز میکنن یا میان برشون تمیز میکنن، ولی به واقع این خانه تکانی است ما به دنبالش؟ نه درسته. فکر نظرت چیه راجع به خانه تکانی؟ تا خانه رو محدودش رو کجا فرض بکنی؟ افسانه جان، خانه دل رو باید تکان، خانه ذهن رو باید تکان. همون زمانی که خانه مسکونی خودت رو میتکانی و از گرد و غبار و اندوه رهاش میکنی، ذهن و دلت رو هم باید بتکانی، خاطرات گرد و غبار گرفته رو کنار بزنی و روز نورو سال نورو با امید نو با انرژی نو آغاز بکنی. درس هایی رو که از اون سال با خودت هم راه داری رو بر سر تاخشه بچینی یا روی سفره هفت سین بچینی، سرسبزی، سلامتی و هزار چیز خوب در سفره هفت سین ما هست. علت اینم که همشون با سین شروع میشه واقعا، برای اینکه ما رویش و زایش و امید فردا رو همه رو با کلمات سین از سرسبزی گرفته، از سلامتی گرفته. واقعا در سفره هفت سین دلمون باید این چیزها رو بچینیم. صحبت از خانه تکانی شد و لیست کارهای خانه تکانی خانه شما. از خانه دل پرستو جان گفت و خدمتتون بگم که به هر حال این رسم و رسوم فقط به وسواس تمیز کردن خاک خانه نیست، بلکه لیست کارهای خانه تکانی در سال نو. دوست عزیزی مطلب خیلی زیبایی به من دادن که فکر میکنم ارزش این رو داره که من هم به شما هدیهش کنم. چیدن عشق در تاخچه، پاک کردن غم گذشته، خرید شادی و محبت، دور ریختن کینه، سبز کردن مهر. فکر کنم این خانه تکانی به دل میچسبه. دقیقا. واقعا سال نو برای ما فقط در واقع گاه شماره جدید نیست، بلکه در فرهنگ‌های دیگر هم همینجوره. یه رزولوشن، یه چیزی هم به اسم نیو رزولوشن. همیشه میگم وقتی سال نو شد تو عهدهای خودت رو با خودت و با جهان هستی هم نو کن، یعنی هرچی از اهداف سال گذشتت رو که بهش رسیدی که به خودت آفرین بگو، از خودت تشکر کن و قدردانی بکن و گل‌های جدید برای سال جدید بچین و هدف‌های نو تعیین کن و تاکتیک و برنامه‌ریزی جدید داشته باش و با یه امید نو و با یه انرژی تازه سال جدید آغاز بکن. واقعا بله، میگن زگیتی دو کس رو سپاس، یکی را حق شناس، دیگری را حد شناس. بنابراین اگر انسان‌هایی باشیم که به قول این بیت معروف که واقعا حق شناس باشیم و حد شناس باشیم، همیشه موفق خواهیم بود. روزهای عجیبی رو انسان داره تجربه میکنه، روزهایی که هنوز جنگ میبینه. برای ما ایرانی ها وقتی جنگ کشورمون تموم شد فکر میکردیم که به هر حال دنیا دیگه داره آرام میشه، ولی انسان هر روز داره چیزهای جدید تجربه میکنه. تکنولوژی جدید، بیماری های جدید، جنگ های دوباره، و این ما هستیم که در این میان تصمیم میگیریم که چجوری با این مسائل برخورد کنیم، چجوری ادامه زندگی بدیم و تصمیمات درست برای زندگیمون بگیریم، چون آسمان کماکان رنگ خودش رو عوض
نمی‌کنه. آسمان همیشه به همان رنگیه، ولی ما میتونیم عینکمون رو عوض کنیم، ما میتونیم زاویه دیدمون رو عوض کنیم، افقمون رو گسترده کنیم یا حتی تغییر بدیم. این همش دست خودمون، دست خودمون. و من امسال تصمیم گرفتم لیوان آب پر پرستو رو از جلوش بردارم، بگذارم وسط میز و هر دو به نیمه پر لیوان نگاه کنیم، نیمه خالی لیوان رو. بسیارم عالی، یه آرزو خوب برای شما دارم. من میخوام از قول شاعر دیرینمون بگم: سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت، بادت اندر شهریاری برقرار و بردوام، سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام برای شما و برای بینندگان عزیزمون. وقتی قراره که نیمه پر رو ببینیم، یعنی همش همینه، همش مال و فال و حال خوب و اصل و نسل و بخت و تخت و در واقع بخت رام خواهد بود، غیر از این نخواهد بود. زیبا، بسیار زیبا بود. و ما هم شانس این رو داریم که خوشبختانه در سال جدید با یک سری برنامه‌های جدید که واقعا یکی دو سال روشون کار کردیم، سعی کردیم که حالا در این دو سالی که به هر حال اغلب خانه نشین بودن و بیشتر فکر میکردن تا کاری انجام بدن، این چاره ای نبود، ما هم تدارک چند برنامه جدید و کارهای جدیدی رو کردیم که فکر میکنم بتونیم امسال با دست پر بیایم به سراغ شما از طریق ارتباط رادیو و تلویزیون. در همین رابطه باید از دو اسپانسر خوبمون بسیار بسیار سپاسگزاری کنم که این مسیر رو برای ما راحت تر کردن. همطور که ملاحظه می فرمایید، سکای پراپرتی گروپ و شرکت مالی لندرز به مدیریت آقای سلیم هناره این امکان رو برای ما واقعا آسان تر کردن، سپاسگزاریم ازشون. نه تنها برای اینکه برای کارهای فرهنگی و حضور و وجود و ماندگاری نوروز ارزش قائلن، و خب در کنار خدا رو شکر بیزینس های بزرگ و موفقی هستن و حرف های زیادی برای گفتن دارن، نام معتبری از آن خودشون کردن، ولی وقتی شما بخش فرهنگی رو تحت حمایت قرار میدین، یعنی خیلی خیلی در روش کار و انتخاباتتون، کارهایی که حتی بیزینسی هست، انتخاب های ویژه‌ای دارین، میشین یک انسان ویژه. و من خیلی خیلی خوششانسم که جناب هناره رو از نزدیک، جناب سلیم هناره رو میشناسم و با خلق و خوی انسان دوستانه ایشون و واقعا که صاحب اخلاق هستن آشنا هستم. این فکر میکنم برای ما یک نعمته که این شانس رو داشتیم که در مسیر برنامه های فرهنگی تنها نمونیم و ایشون بخوان که این بخش برنامه فرهنگی و راهنمایی و اطلاع رسانی صحیح و حفظ در واقع تاریخ و فرهنگمون، ما بتونیم بهترین کار رو برای شما انجام بدیم و روش صحیح رو انتخاب کنیم. سپاسگزاریم ازشون، از اینکه در کنار مردم هستن. و پرستو جان، شما به خاطر خب به هر حال نوع روابط و بیزینست با انسان‌های ثروتمندی زیاد برخورداری و دیدی از نزدیک، دوستان زیادی داریم. ثروتمندان اگر فقط اکتفا به پول تنهاشون کنن، که متاسفانه این زیادتر دیده میشه تا انسان‌هایی که وقتی توانایی مالی دارن حتی محدود ولی بخشششون بیشتر از تواناییشونه، این امیدواریم این زیادتر بشه، چون این داده ها و این همه امکاناتی که دنیا یک دفعه در نعمت به سوی شما باز میکنه، وقتی خوشایند خواهد بود که شریکش میشه. و من اینجا باید واقعا سپاسگزاری کنم، دست جناب هناره رو ببوسم، به خاطر اینکه دارایی هاش رو و توانایی هاش رو با دیگران شریک میشه و هیچ وقت مردم وطنش رو، مردم همزبانش رو، دوستانش رو تنها نمیذاشته. ایشون واقعا تنها نگذاشت و ایشون علاوه بر اخلاقی و معنوی هم بسیار ثروتمند هستن. بله، این که بسیار نکته مهمی است و ما واقعا سپاسگزاریم ازشون که در کنار کار فرهنگی ما را تنها نمیذاشت. کارهای فرهنگی از همونطور که از انجام و نوعش معلومه، خب بیزینسی درش نداره و ایشون یا خیلی از کسانی که گفتم، اون خیلی‌ها
یه کمی نگرانمون میکنه چون تعدادشون خیلی کمه. حداقل ما متاسفانه شانس پیدا کردنشون رو شاید نداشتیم، ولی اصولا دنیا کم داره از اینا، دنیا کم داره. ولی به خاطر اینکه این نوع بیزینس ها و این نوع سرویسی که ایشون در اختیار مردم میذارن واقعا نیازی به تبلیغ نداره، صحبت از 30 و چند سال اعتباره که قدمت کاره. ولی وقتی شما صحبت از کار فرهنگی میکنید داستان فرق میکنه، داستان میشه داستان این که دیگه پول حرفی برای گفتن نداره، اونجا دیگه مرام اخلاق و اعتقادات درست یک انسانه که از توانایی‌هاش و دارایی‌هاش استفاده میکنه و برای حفظ فرهنگش و اطلاع رسانی درست خرج میکنه. دوست خوبی داریم در کنارمون، یک برنامه جدیدی قراره به اتفاق شروع کنیم، فرانک خانم نازنین. فرانک هم جزو اون انسان‌های شریفیه که واقعا اگه وقتی اینا رو آدم پیدا می‌کنه همه رو باید به هم معرفی کنه و همدیگه رو بشناسن، چون اینقدر حس خوبیه وقتی شما با انسان‌های خوب حرف می‌زنید، وقتی با آدم‌های خوب آشنا میشین، وقتی می‌بینین که ای وای چقدر شبیه هم فکر می‌کنین، چقدر نگاهتون به زندگی و اطرافیانتون و هوای امروز یا نگاهی که شما به زمستان داشته در ابتدای برنامه، میشه گفت وای چه خوب شد زمستان تمام شد، ولی میشه یک نگاه هم مثل پرستو در شعرش به زمستان کرد، به یک رنگیش، به شفافیتش. و این انسان‌های خوب اگه در کنار هم قرار بدیم مطمئناً دستمون پر خواهد بود و خیلی کارا برای هم خواهیم کرد. این کاری که امسال ما داریم انجام میدیم در سال جدید و وقت زیادتری رو میخوایم در کنار هم و در کنار شما بگذرونیم. فرانک هم جزو اونایی که یک برنامه جدید رو بخواد به ما اهدا کنه و بتونیم در کنارش کار ویژه‌ای رو تقدیم حضورتون کنیم، برنامه‌ای که فکر کنم تا به حال هیچ رسانه‌ای توانایی اجرا و تهیه‌اش رو نکرده، به خاطر اینکه برنامه‌ای که از دل باشه برای مردم باشه هزینه داره، حقیقتاً کار می‌بره و خب کمتر کسی میاد در این ماجراها هزینه کنه. کار دل رو امسال تجربه خواهیم کرد. خب بریم به سراغ یک فصل دیگری از فصل‌های جدید کارمون رو براتون گفتیم، میریم به سراغ بخش بعدی برنامه. نوروز، نوروز یعنی جشن، پایکوبی، خوشی. بله دقیقاً، ستاره افسانه جانم میخوام برای شما در آخرین آرز رو بکنم، برای دوستان نازنین ستاره وقتتان بالا، سپیده صبحتان تابناک، سایه عمرتان بلند، ساز زندگیتان کوک و سرزمین دلتان. یه امشب شب عشقی، همین امشب رو داریم، چراغ سه درد و واسه فردا نذاریم. یه امشب شب عشقی، همین امشب رو داریم، چراغ سه درد و واسه فردا نذاریم. عزیزان همه با هم بخونیم که امشب شب عیده، که امشب شب عیده، بخندیم و بخونیم بدونیم که امشب شب عیده، که امشب شب عیده. نمیدم به بهشته، کی میدونه که تقدیر تو فرداش چی نوشته، یه درمون به یه امروز واسش فرقی نداره، که فردا سر روحش زمونه چی میذاره. عزیزان همه با هم بخونیم که امشب شب عیده، که امشب شب عیده. علم دولت نوروز به صحرا برخاست، زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست، بر عروسان چمن بست صبا هر گوهری، که به غواصی ابر
از دل دریا برخاست. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز، در آستانه فرارسیدن عید سعید باستانی نوروز و تمطراق پیک بهاران و آغاز سال نو، تبریک و تهنیت صمیمانه شرکت لندرزبورگ گروپ و اسکای پراپرتی گروپ را تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی را آرزومندی. همچنین به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که مجموعه شرکت‌های ما که طی 10 سال گذشته در بخش وام مسکن در خدمت جامعه پویای ایرانی در تورنتو بوده، همکنون در راستای ارائه طرح‌های مسکونی و پروژه‌های ساختمانی در بهترین مناطق تورنتو برای علاقمندان سرمایه گذاری و خرید واحدهای مسکونی خواهد بود. امید داریم که سال نو سالی سرشار از صلح و دوستی برای همگان باشد. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. شاد و سربلند باشید. نوروز یادگار جمشید جم و پاسداشت پاکی ها، نیکی ها و پهلوانی ها بر همه ایرانیان نیکو سرشت خجسته باد. برای تمام کسانی که این روز را گرامی می دارند، به خصوص هموطنان عزیزم، آرزوی سالی با فکر آسوده و بدون دغدغه دارم. با درود، آریان کامیاب هستم، وکیل رسمی در آنتاریو. فرارسیدن بهار و نوروز باستانی را به کلیه هموطنان عزیزم تبریک گفته و در این سال نو برای همه شما عزیزان سلامتی و موفقیت آرزومندم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. نوروز یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار بر همه ایرانیان نیکو سرشت خجسته باد. غزال بنی اسدی، بروکر املاک، آرزوی سالی سرشار از سلامتی و آرامش و موفقیت برای شما هموطنان عزیز دارد. صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. به راستی مبارکتون. سلام و صد سلام به مهمان بسیار عزیزمون، به همکار عزیزتر. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. خدمتون برم، بعدم سهم خودم تبریک میگم سال نو رو خدمت شما سرور نازنین که باعث بانی این برنامه های زیبا هستین، پرست خانم عزیزمون و تمام مردم کشورم در اقصا نقاط جهان، بویژه ایرانیان مهم تورنتو و کانادا. خب استاد فریبا داوودی عزیز رو در استودیو داریم کنار خودمون، کسی که هر وقت منت بر سر ما میگذاره میاد کلی با هنجره تداییش ما رو مهمان میکنه. امسال نوروز آلرژی به سراغش آمده که احتمالا نخواهد تونست برای ما بخونه، اما کارهای زیبا و اثرات خیلی خوبی داره که همهش امروز براتون پخش خواهد شد. البته فکر کنم انتخابی امروز خواهیم رفت به انتخاب خودتون، ولی به هر حال جای این هنجره تدایی امروز خالی خواهد بود که همیشه معمولا در برنامه ها واقعا همه ما رو مهمان می کردن. اما پرستوی عزیز،
خیلی خوش آمدید. ممنون. خسته نباشی. ممنون. در تمام این ایام عید کلی کمک کردی و زحمت کشیدیش میکنم. بسیار خوشبختیم در خدمت استاد بزرگوارمون بانوی آواز تورنتو هستیم. فریبای داوودی واقعا یکی از اساتید بسیار محبوب و برجسته، چه در زمینه آموزش، چه در زمینه در واقع خود موسیقی، آواز و کارهای فرهنگی. شما واقعا یاد طولایی دارم و جایگاه بسیار ویژه‌ای در تورنتو. زبان زد هست عملکردهاشون. دوستان عزیزی که عیاناً از ایران، چون به هر حال برنامه ما خوشبختانه در این کره خاکی هر کجا که هستین میتونین بیننده باشین و شنونده ما در بزرگ شهر تورنتو یا عیاناً اینترنت اگر دنبال میکنین، ولی سرکار خانم داوودی رو کمتر کسیه که نشناسه، چه از قدیم در ایران که فعال بودن از هنرمندان قدیممون، چه در بزرگشهر تورنتو که به هر حال اغلب با هر کی صحبت میکنیم شاگرد خانم داوودی هستن و دارن یاد میگیرن موسیقی رو و به هر حال کلی کلی داره هنرمند وارد شهر ما میکنن. در خیلی از ارسنا فعالن خانم داوودی. خیلی حالا بعدن از خودشون میخوایم حتما برامون توضیح بدن، ولی واقعا خیلی خوش هست که روز رو امروز رو، یعنی در واقع روز عید رو با شما آغاز میکنیم و در کنار شما هستیم. آداب و سنن عید ما بسیار زیباست، یعنی انقدر رسوم زیبایی داره، همین دید و بازدیدها، همین تبریک ها که به هم میگیم، همین سفره هفت سین که میچینیم که واقعا هر کدومش یه حکمت خاصی داره. نمیدونم اصلا از در واقع پیشینه سفره دوستان اطلاع دارن یا ندارن، اینکه هر سینی یه حکمتی پشتش هست و به چه شکل به در واقع این مجموعه تبدیل شده. نمیدونم شما انتخاب شده و نشسته بر سر این سفره ای که بله. همه بر سرش نشستیم و نوروز رو جشن میگیریم، این جشن کهن ایرانیان، اما ما به فال نیک میگیریم حضور شما رو امروز برای آغاز سال. چون من میگم که انسانهای خوب هرچ کنار هم قرار بگن، این واقعا این فال نیچه اثر خودش رو میگذاره و من. مهمه که در طول سال چه همکاری با هم داشته باشیم، چی کار بکنیم، چی کارهای و چه گلهای بزرگ آرزوهایی داریم که به نتیجه برسه. کار درست آرام پیش میره ولی به نتیجه میرسه. بفرمایید ما اگه بخوایم از رنگ غنی شما قرض کنیم و بدونیم که این هفت شین ما چگونه شد هفت سین. بله سوال منم همین بود، واقعا شما میدونین پیشینه شو تاریخش شو در حد بضاعتم، ولی واقعا این خوش اقبالی بنده است که در خدمت شما هستم و از اینجا با عزیزان هموطنم میتونم صحبت بکنم و خیلی خوشحالم و امیدوارم که این کرونا دیگه تموم بشه و دیگه ویروس جدیدی نیاد و همه عزیزان سلامت باشن و ما بتونیم کارهای فرهنگی رو انجام بدیم، برنامه های زنده اجرا بکنیم. و بعد اقبالی من این حساسیتی که دارم و به گربه و فهمیدم که همسایم جدید آمده و آلرژی شدیدی دارم و حالت لارنجی شده. گربه میدونین که از سگ قوی تر آلرژی، بسیار کلا من آلرژی بالا هست بدهی که حالا نمیخوام که صحبت اینجوری بکنم، ولی خیلی دوست داشتم که خب زنده بخونم، حالا یه حتی کوچولوی رو براتون بم میخونم و این آره بمو میخونم و توصیه من به همه عزیزانی که رو بمشون کار کنن، برای اینکه یه موقع میبینی به هر اتفاقی میفته و برنامه دارن، کنسرتی دارن و این صدا باید بتونه، حالا آدم زیاد جدم یه کوچولو هستم در خدمتتون. این تاریخچه یه هفت سین چرا هفت شین شد؟ خب هفت شین در حقیقت شمشاد و شهد و شکر و مینا بوده، شراب بوده، بعد از حمله عرب به ایران و آمدن اسلام به کشور ایران این هفت شین دادن تا زمان ساسانیان هم تو اینا، ولی بعدش اینا سرکه رو جانشینه در حقیقت شراب میکنن که میشه و هفت سین رو میارن. در بعضی استان ها استان لرستان و خیلی جای دیگه میذارن، میکس میذارن، مثلا هموطنهای افغانی ما من میدونم که شیر برنج میذارن، بعد مثلا اینا بله. که شیر میذارن بله. اینا همه هست، ولی مهمتر از همه اینه که از اسفند، یعنی زمین که شروع میکنه گرم شدن، به نظر من ایرانی ها خب این سنت رو دوست دارم، من واقعا عاشقم، یعنی من در پابند سنت ها هستم. گفتم هم یه بارم که وارد خانواده همسرم شدم که
مادر همسرم خیلی خیلی مادر شوهر نه مادر واقعا مادرم هم هستن. آره من خودم مادر شوهرشم ولی واقعا همون مادر خودم هستن و خدا سلامت نگرشون داره. ایشون هم خیلی پابند سنت که این کار رو باید بکنیم. وسواس و حساسیت من به مراتب بیشتر شد. این بچه ها میبینم مثلا ذوق میکنم باید برم بگیرم بیارم. و خب زیباست، یه خونه تکونی کامل خونه ها رو تکون میدیم، ولی بهتره که امسال خونه های دلمون رو پاک کنیم، دلمون صفاش بیشتر باشه، صداقتش بیشتر باشه. حالا سین با ساد من میگم صداقتش بیشتر باشه، صفاش بیشتر باشه، عشق توش باشه. واقعا من که امروز کسی رو دوست داشته باشیم فردا اگر احتیاجمون نیست دیگه اون آدم بشه دیگه دوست نباشه. این آرزوی قلبی منه برای تمام عزیزان به ویژه هموطنانم. به خصوص توی قربت ما نیاز داریم که مهر و عشق در کنار هم داشته باشیم. و خداوند آرزو میکنم به شما و همسر گرامیتون تو طول عمر با عزت و پرستو جونم همینطور که منو با شما آشنا کردن. خودتون چقدر نازنین و این اقبال منه و خب دستم هم باز گذاشتین که بتونم یه خدماتی رو که اگر قابل باشه انجام بدم زیر نظرتون بشه اینا رو. سیارم ممنون. اشاره فرمودین به کرونا. کرونا الان دیگه تو شرایطی قرار گرفته که به قول معروف تمام مبارزش رو کرد، حمله هاش رو کرد، ولی دید انگار حریف ماها نمیشه. حالا میخواد باشه، میخواد بره، میخواد ادامه بده، میخواد با یه اسم جدید برگرده. این درست مثل موج زندگیه. موج زندگی ادامه خواهد داشت. و اینکه فرمودین کنسرت ها و برنامه ها، خب ما هم یا عالمه برنامه داشتیم که طراحی کردیم کمک خود شما که به اجرا در بیاد. حالا اون موقعیت پیش اومده، حالا اون اتفاق خوبه افتاده که با حضور کرونا، بدون حضور کرونا اون به هر پالیسی ها رو برداشتن و مشکلاتی که به هر حال برای دور هم جمع شدن، چون خیلی مردم خودشون مشکلی نداشتن ولی خب کرونا با بقیه مشکل داشت، برداشته شد و به زودی شاهد اجرای برنامه هاتون خواهیم بود. و از این که سرکار خانم داودی خب به هر حال در اکثر شهرهای کانادا و آمریکا اغلب همیشه در سالهای گذشته، الان دو ساله که گپ بین این برنامه افتاده، طبیعیه که همه هم چشم انتظارن، هم تشنه این که دوباره برنامه ها شروع بشه، همیشه اجرای زنده داشتن در شهرها و کشورهای دیگه. این بار هم تصمیممون بر این هست تا زمانی که خوشبختانه این امکانات برامون وجود داره و پالیسی ها برداشته شده، کارها رو روی صحنه ببریم، چون واقعا حیفه انسانای مثل شما. حالا کارای تلویزیونی رو به ما قول دادین که یک سری کارای ویژه‌ای می‌خواید تدارک ببینیم در زمینه هنر و موسیقی و صدا، به زودی خواهید نشون. بله بله حتما. امسان دعوت شدم از طریقه، حالا اینو بگم خدمتون، آکادمی صفا و دانشگاه فلوریدا برای یه ورکشاپ و یک پرفورمنس خیلی کوچیک و دوتا ورکشاپ دارم که میرم. این ورکشاپ هایی که در دانشگاه ها برگزار میشه خب خیلی نتیجه خیلی خوبی داره و من فکر میکنم که آدم با پرورش هنرجوهای خیلی خوب، فرزندای هنری خوب میتونه خدمتشو انجام بده. برمیگرده خب من دوست دارم مجری، حالا هم بر خود ستایی نشه، مجری خوبی هم هستم، اجرا کردن رو دوست دارم و با مردم بودن رو دوست دارم. و یه کاری که دنبالش هم هستم و با حضرت عالی صحبت کردیم و به حال در انشالله به زودی اتفاق خواهد افتاد، که من خوب کارم رو دارم میکنم با بچه های عزیز سندرومتان اوتیسم و چند هنرجوی روشندل دارم که در ایران هم البته، و اینو میخوام اینجا در کانادا هم انجام بدم، چون اینجا هم خیلی این مسئله وجود داره، نیازش دیده میشه. و من با موسیقی این عزیزان میتونن حرف بزنن، راحت بخونن و جالبه وقتی میخوان حالت عادی حرف بزنن، کلمات رو درست بیان نمیکنن، ولی با آواز خب این حوصله میخواد، این از عهده هر کسی برمیاد، باید حوصله داشته باشی، باید مهربون باشی و خب من اینو دوست دارم و توانا و توانا. من چون شاهد بودم حق دارم بگم که واقعا معجزه کردیم، معجزه کردیم و ممنونم از ساپورتتون، از قربونتون. نه واقعا توفیقیه که نصیب بنده شده و فکر میکنم که هر کسی وقتی که به این دنیا قدم میذاره یه وظایفی داره و اون وظایفش رو باید درست انجام بده و
اینم یکی از وظایف بنده است که انشالله زنده باشم باعث افتخار ما خواهد بود. بفرمایین که استاد داوودی همه هنرجوهای شما مثل این پرستوی نازنین ما خجالتی هم نمیخونن یا ایشون انقدر خجالتی؟ ایشون بسته به اینه که با چه هدفی دنبال آموزش موسیقی میرن. من فقط خواستم از محضر استاد داوودی بهره ببرم. ایشون بسیار تمومنده و صدای خوشی هم دارن و یه ویژگی که دارن خارج نمیخونن. این الان این خارج خوندن اصلا یه شیبه مود شده الان خیلی شاله و خارج نمیخونن. من خودم برام قبل از صدا گوش خیلی مهمتره، گوش قوی و بعد ایشون موسیقی خوب گوش کردن، یعنی خیلی موسیقی خوب گوش کردن. حالا من اصلا تعصب ندارم واقعا که بگم حتما باید بشینیم ردیف مثلا گذشتگان رو فقط گوش کنیم، اینو گوش کنیم. حتی موسیقی پاپ هم اگر گوش میکنیم، موسیقی واقعا رپ هم گوش میکنیم، بهترین رپر رو گوش کنیم. پاپ گوش میکنیم. من صدا کار میکنم و اینجا یه سری عزیزان که آمده بودن خب از کارهای خانم عدل میخوندن، از سلندیون میخوندن. من دوست دارم از سلندیون بله، ویتنیستون، گلوریا گینر، من اینا رو دوست دارم، آقای پاوراتی رو دوست دارم، اپرا، موسیقی آذری و گوش کردم، کار کردم ولی با عزیزان کار میکردم و صداشون و این عزیزایی که آمده بودن از سن 6 سال تا 16 سال ما اینا رو با به کمک آراز نایب پاشایی عزیز که آموزشگاه آراز دارم و تنبک میزن، ما این عزیزا رو بردیم رو صحنه، بچه ها تنبک میزدن، آواز میخوندن و خب نتیجه بسیار خوبی بود و انشالله باز این کارها انشالله خواهد. خیلی هم عالی. پس پرستو خانم هم بالاخره خواهد خوند انشالله. پرستوشون در ادبیات هم بسیار غنی هست و سواد بالایی داره، طبیعیه که خب هم اشعار خوبی میگه. بالاخره مجبورت میکنیم بخونیم شعراتو، ممکنه من بخونم ولی یه آواز به جات نمیتونه. آواز ما برای آواز خواندن که نرفتیم کلاس استاد داوودی، ما رفتیم موسیقی رو بشناسیم و یاد بگیریم، از محضرشون استفاده بکنیم. اینقدر شاگردان توانه دارن ایشون، خیلی کمالگرام هست. من ممنونم از ایشون، واقعا آدم افتخار میکنه. هر وقت خودشون دوست داشته باشن، آدم باید خودشون زمان احساس کنه که خود آدم بهتر میتونه که کی. انشاءالله حالا که کرونا تموم شد دوست مخفی خواهم داشت ازت. بعد نگی نگفتم، من معمولا هرچی بخوام بگم پیشا پیش میگم. بله افسان جان، شما فعلا بیاین ما انرژیمون رو جمع بکنیم. واقعا الان که کرونا تمام شده این همه هنرمند برجسته در سطح شهر داریم، انشاءالله تولیدا بره بالا، فعالیت ها بره بالا، آغاز بشه از افتخان زمان. بله بیشتر از من انرژی داره. بفرمایید که اولا خب خیلی خوشحالیم که امسال یک سال متفاوتی رو در کنارتون خواهیم بود. شما آذری هستید و دوستانم اغلب میدونن، بنابراین حیفه که حضور شما اون هم با هموطنان آذری خوب ما که سراغ داریم. من همیشه میگم آذربایجان سر ایران و شما بفرمایید که به زبان آذری تیکه کوچیکی تبریک بگید به احوال بیتی خوشحال میشه. قاتوزانم بایراموز مبارک، گلن گن نروز خیلی غنان شادده غنان اولا، الله هموموزا سعد بدنلیق ورسون، به خصوص بوگ دلین بوگون ساخلاسون، قربان کسیم گلوم سرگه هموزی قجاقلیم یخونلان گرم بلسیم. خیلی هم ممنون. به خصوص شو فهمیدم به خصوص مورد بودن قربونش هم فهمیدن، چیز زیادی نمورد ولی چون بهشون اطمینان 100% داریم، میدونیم که یک پیام پر از مهر برای شما گفتن آرزوهای خوب. خوب دیگه چه آرزوی داریم به فارسی تو سال جدید؟ من دلم میخواد که تمام دنیا صلح باشه و از جنگ و خونریزی خبری نباشه و یه جوری شده که همه عزیزان ما در کشورمون مرتب تماس میگیرن، میخوان از اون کشور بیان بیرون و بیان. ببینید من اومدم، نمیگم من اومدم شما نیاین یا ایشون هستن یا پرستشون، بعضی وقتا شرایط زندگی آدم و مسائلی که برای آدم پیش میاد،
و من اکثرا عزیزانو راه نمایی میکنم، میگم خب باید ببینید که چه توانایی هایی دارید، حالا اکثرشون هم توانا هستن، ولی واقعا توی کشور غریب اگر نتونی درآمدی داشته باشی و نتونی در زمینه کار خودت فعالیت بکنی اذیت میشی. و این نیستش که فکر کنیم بیاییم، خب من اتباقاتی که میبینم میان بر طریق پناهندگی اده میان و جای جوان مثلا با سفته پیش یه زن شوهر جوان مهندس باز در دریاهای بله با حرف را اینا آدم رو اذیت میکنه، یعنی از چاله به چاه نه. بله بله، الان من اینجا خوب سعی میکنم درست راه نمایی کنم، هستم در خدمتون، هر کاری از دستم بر بیاد و حداقل راهنمایی درستی رو سر راهتون قرار میدم. این پیام من هست، مخصوصا الان برای اطلاعات زیادی که دارن، مخصوصا در زمینه هنری اگر کار میکنین طبیعیه که مشورت با یک هنرمند دلسوزی که شرایط اینجا رو هم میدونه میتونه خیلی در تصمیم گیری شما کمک کنه. خب این که آرزوی خیلی خوبه بود، صلح جهانی، آرامش برای همه، واقعا میگم بهار مال همه دنیاست، آغاز زایش، ولی این بهار نوروز رو برای ماها ارمغان آورده و ما هم پاسش میداریم و دوستش میداریم و عاشقشه، ولی به هر حال آرزو کردن خیلی خیلی آرزو میشه کرد که میگن صفحه هفت‌سین و از دل و از دل که بلند بشه این آرزو، با هم آرزو کنیم، هم فکر باشیم، جواب میده، ولی بعضی از آرزوها هم جواب نمیده، یعنی کوپونتون رو برون بالای بی خودی خرج نکنید، یه جای درست خرجش کنید. ما قضی کوپون رو خرج کردیم میگه نداریم خرج کنیم، ولی یه جور درستی بخواییم که یه اتفاق خوبی واسه همه بیفته، یه چیزی مثل جهانی، یه اتفاقی که به هر حال همه رو شامل بشه، مثل تابش خورشید، مثل سبزی بهار، برای همه بخواین این خوبیه رو، نه برای یه گروه خاص و خودمون. پرستو جون شما آرزو چیه تو سال جدید؟ در سال جدید حقیقتا الان به فکر افتادیم واقعا، رزولوشن سال جدیدم هنوز واقعا بهش فکر نکردم، خیلی جالبه، ولی دو جنبه است، یعنی همین چیزی که فریبا جان گفتن که خانم داودی نازنین که هم آرامش و صلح در کل جهان میخوایم، هم داخل کشور خودمون که به حال شامل بخشی از جهان هست، یعنی یه بخشی هست، ولی این جامعه ایرانی داخل تورنتو هم من یه آرزو دارم براش که اساتید برجستم و مثل خانم داودی نازنین و هنرمندان دیگر واقعا بشه شاید یه حرکت بزرگ، یه مرکز در واقع معظمی میشه ایجاد کرد که تمام بله یه انسجامی امیدوارم که لحاظ فرهنگی و هنری در جامعه ایرانیان تورنتو شکل بگیره، شاید بدعتش رو واقعا خانم داودی بتونه بزنه، شاید به هر حال با همیاری اساتید دیگه در تورنتو هستن، خیلی چشم امید دارم من به شما خانم داودی که شاید بتونین این رو کلید بزنین و انسجام ایجاد بکنین یا اون مرکز رو راه بندازین که واقعا همه هنرمندا رو بتونین دور هم جمع بکنین، چون مرکز باید شفاف و خالص باشه، باید خالص باشه و هدفش هدف درستی باشه که این هدفش. این مشخصات در خانم داودی پیدا میشه، این قسمت آرزود ممکنه یه جوری بهش برسه، اون قسمت اولش رو فکر نکن، امیدی نیست، مال شما امیدش بیشتر، امید دارم، واقعا امید دارم که خانم داودی به دعوت این انسجام فرهنگی هنری در تورنتو بتونن بذارن، با توجه به اینکه من پیش قسمت هستم هم توان هستم شخصیتا همونجوری که شما فرمودین واقعا فداکاری و مهرشون بر همه آشکاره، یعنی شخصیت صداقتشون خیلی عالی، سپاسگزاریم استاد که با اینکه به هر حال این آلرژی به هر حال اذیت کننده ایه، چون هم خارش داره و هم سرفه و هم همه جور این به هر حال تالای صوتی شما رو تحت شعاع قرار داده که ما همجوری باید دست به دعا باشیم که ولی زود میره، خوشبختانه میره زود و حالا مصادف شده با این روز، هیچ اشکالی هم نداره. من همیشه پوستر شما که در برنامه حرف میزنم آخه ما غیبت هم میکنیم، نه که فکر کنیم ما حالا خیلی غیبتمونو میکنیم، چیزایی هم میگیم، ولی غیبت شما رو هر وقت میکنم بخواد اینکه من خب با هنرمندان زیادی همیشه به خاطر شغلم سر و کار داشتم، واقعا جز معدود هنرمندانی هستی که بدون موسیقی به قول معروف این ادا اصول میکروفونه حالا چجوریه، چجوری صدا رو اکو هست نیست، چی هست چی نیست، فل بداهه همیشه اینقدر اجراهای وزینی داشتی که ما بعد عادت شدیم، بنابراین مطمئنم با الان صرف و این گرفتاری آلرژی هم که داری
مطمئنم از پسش برمیاد. یه قطعه کوچیکی رو که آوازی میخونم و هر حال به شعر استادم جناب فریدون مشیریه که توی درآمد آواز اصفهان هست و واقعا صدا در نمیاد. ایدیالا به شکل بم میخونم، انشالله که مورد قبول عزیزان و حضرت عالی و کسایی که میشنون باشه. بله قربونتون برم. مرسی از محبتتون. مرسی پرستو جانم. سپاس از این همه بزرگواری از جناب شهریار خان آقای مهندس همسر سرکار خانم احمدی که واقعا بی صدا تمام این زحمات خارج بر عهده این عزیز نازنینه که بی ادعا خودش بی صدا هم کاراش بی صدا ماشاءالله. خدا حفظشون کنه. متشکرم از محبتتون. ما انشالله اگر بی حرف پیش باشه و بتونیم اکتبر انشالله برنامه‌ای که در حقیقت پستپون اعلام کرده بودیم به شاید مطابق شکل برنامه عوض خواهد شد، پارلیزینگش به شکل دیگه ای خواهد بود که بعدا انشالله شکل گرفت تا انجام شده تلویزیون صدای ایران به گوش هموطنان عزیزم خواهد رسید. میخونیم میخونیم الان میخونیم. میخونیم یه بریک بگیریم. از آقای نادری هم خواهش کنیم که بزنن برامون. جناب نادر پنج طلایی شهرمون که حقیقتا هم زیبا میزنه هم زیبا زندگی میکنه هم انسان زیبا داره، هم هنرمند و هم درون زیبای هنری داره که انسان واقعا به شرافتش میشه قسم کنه. من امروز شنیدم که یکی از هنرمندای عزیزمون در شهر تورنتو سامان شاهی عنوان پوزیسیان برتر جایزه ویژه رو بردن که صبح استوری کردم براشون. نمیدونم فقط دیدم که برنده شده. خیلی خوشحالم. ما واقعا ایرانی های توانمند داریم در هر زمینه و امیدوارم که همه بتونن با هم دوره هم باشن، چه در زمینه هنری و هر شغل دیگه‌ای همدیگر رو ساپورت بکنن. ما مردم خوبی هستیم، میگیم پیشینه فرهنگی خوبی داریم، ولی متاسفانه با هم نیستیم. تک تکمون خوبیم، به دو تا دو تا به سه تا میرسه یه مقدار دوچار مشکل میشیم. این من خودم عاشق کار گروهی هم، برای اینکه پیش آهنگی ما کار کرد. برای همین گفتم این به دستان توانای شما بتونیم با هم بتونیم بشونیم و بتونیم همه رو یک جا بیاریم. فقط از عهده شما برنیم ان شاء الله اگر سلامتی باشه و بتونم واقعا خداوند قدرت رو بده. آدم یه زمانی دیگه صبر آدم رو میمختار کم میشه. بله دیگه زمانه دیگه. ببینین تیم اگر خالص کنار هم باشن حتما تیم ورک در تمام دنیا جواب داده، برای ما هم جواب خواهد داد. ولی اگه توی تیم یک ناخالصی باشه خب همه تیم رو خسته میکنه، انرژی همه تیم رو میگیره و طبعا اون کار نتیجهش این میشه که الان جامعه ایرانی اعتقادش اینه که کار تیم ورک رو تمرین نکرده، چون همیشه یه ناخالصی بوده. حالا کار ما هاست که بتونیم یه تیم خالص و شفاف و خوب کنار هم قرار بدیم. حتما مثل همه دنیا ما که فرقی نمی کنیم با آدم های دیگه، ولی انتخاب هامون گاهی غلط از آب در میاد. کنار هم بگذاریم و موفق بشیم. استاد سپاسگزارم ازتون. میریم پس این قطعه رو با جناب نادری بجاشون. خیلی ممنون. همراه ما باشید. با درود. سیاوش منصوری هستم، مشاور ارشد املاک از شرکت ریمکس ریلتران. باری دیگه خدمتتون هستم که فرا رسیدن نوروز باستانی رو به شما عزیزان فرخنده باد بگم و در ضمن سپاسگزاری کنم از تمام دوستانی که در سال گذشته اجازه دادن ما در خدمتشون باشیم و با حمایت خودشون باعث پیروزی روز افزود ما شدن. برای یکایک شما عزیزان آرزوی سالی سرشار از تندرستی، پیروزی و خرسندی دارم. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. بهار بهترین بهانه برای زیستن و آغاز بهار نوروز ماندگار ما ایرانیان را همراه دارد. نوروزتان سرشار از عشق و سلامتی باشد. نوروز خجسته باد. رویا جمالی، مدیر وام مسکن از بانک تی دی کانادا تراست. به جمشید و آینه پاکش درود، که نوروز از او مانده در یاد بود. نوروزتان مبارک. من فران جلانی هستم از تدویز انترنشنال ریتی کانادا. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. نوروزتان پیروز.
باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده، پاها آسمان آبی و ابر سپید، برگ‌های سبز بید، میرسد اینک بهار، میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. علم دولت نوروز به صحرا برخاست، زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست، بر عروسان چمن بست صبا پرگوهری، که به غواصی ابر از دل دریا برخاست. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز، در آستانه فرارسیدن عید سعید باستانی نوروز و تمطراق پیک بهاران و آغاز سال نو، تبریک و تهنیت صمیمانه شرکت لندرزبورگ گروپ و اسکای پراپرتی گروپ را تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی، سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی را آرزومندی. همچنین به اطلاع شما عزیزان میرسانم که مجموعه شرکت‌های ما که طی 10 سال گذشته در بخش وام مسکن در خدمت جامعه پویای ایرانی در تورنتو بوده، همکنون در راستای ارائه طرح‌های مسکونی و پروژه‌های ساختمانی در بهترین مناطق تورنتو برای علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری و خرید واحدهای مسکونی خواهد بود. امید داریم که سال نو سالی سرشار از صلح و دوستی برای همگان باشد. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. شاد و سربلند باشید. خب دوستان، کار زیبایی رو از استاد داوودی شنیدین و دیدین و اول من تشکر کنم برای قسمتی که میدونم به هر حال کار آسونی نبود با این شرایطتون الان، ولی قطعه بسیار زیبایی رو با آقای نادری اجرا کردن. دوستل بدایی این که من حالا گفتم، خوشبختانه من سعی میکنم دروغ نگم حتی مصلحتی، ولی برای ایشون همیشه گفتم واقعا فلبداهه شاهکاری هستن. حالا ولی این کار جدیدتون فوق العاده بود، یکم روش برامون بگین. من اصلا کیف میکنم وقت صدایش واقعا اصلا عجیبه. قبل از آشنایی و دوستیمون خودش میدونه، خیلی برمیگرده به خیلی سال پیش. به طور عجیبی من صدای این بانو رو دوست داشتم و واقعا اطرافیان من همه میگفتن نه من هیچ وقت ندیدمش،
ولی ببینمش بهش میگم که عجب هنجره است، عجب زیبایی، هر چی که اصلا نمیاد هر چی دستشون امروز بله حساسیت تنفسی پیدا کردیم، ولی باز افتخار دادن و به خاطر مردم با هنجره در واقع ناراحتشون ولی اجرا کردن برای منو و چقدر متقاعد زیبا اجرا کردن، چون رنج صدای استاد داوودی واقعا خیلی گسترده است، بمشون بسیار بقیه به قول خودشون میگن باید بم رو پرورش داد برای اینجور مواقع که آلرژی میاد حساسیت میاد بشه استفاده کرد. استاد از کار جدیدتون بفرمید. خواهش میکنم. کار جدیدمون یه موسیقی پولک که در واقع من اینو از آقای روانبخش دیده بودم و در کلاسای خانم استاد سیما بینایی عزیز که از اینجا سر تعظیم فرو میارم خدمتشون، یه بارم سیما جون در کلاس خوندن، این تو ذهن من مونده بود، خیلی دوست داشتم که اینو بازخونی بکنم و اینجا با دوست هنرمند و همکار عزیزم جناب کوروش بابایی ایشون تنظیم جدید کردن و جناب همایون نصیری کوبه‌ایاشو زدن، ایشون در ایرانن، از اینجا خدمت ایشون سلام عرض میکنم، یکی از به واقع بی‌نظیرهای سازهای کوبه‌ای ما هستن و آموزشگاه دارکوبو دارن در اینجا و جناب مجد که ایشون اهل سوریه هستن و کلارینتش رو زدن و کوروش جانم طریقه کمانچش رو و دوتا سازهای دیگر رو محبت کردن خودشون زدن و این های گلوم دیدیم که ترانه نوروزی هست و تقدیم به شما عزیزان و یاران خواهش میکنم. بله پیش که شما میریم با هم که بسیار این کار زیباست، امیدوارم مطمئنم خوشش بیاد. سری پول که ما کلن زیباست، حالا من آذری ها رو وظیفه‌مه یه سری محلی ها رو واقعا کار کردم، ولی خب کردی چیزی که باید حتما کرد زبان بخونیم، ولی اینا که بیان فارسی با بله گویش خیلی ممنون، توفیق بودن در محضرتون رو پیدا کردیم، سال نو رو با شما آغاز کردیم، سپاس از حضورتون. بله فرمودین بانو سیما بینا و نرمند عزیزمون، من باید اینجا واقعا یاد بکنم از این خاطرات با... چون من خیلی جوان بودم از ایران اومدم بیرون، واقعا برمیگرده واقعا به خاطرات خیلی به تینیجری 14-15 سالگی دقیقا و پدرم ایشون خودش خیلی آهنگ‌های بانو سیما بینا رو خیلی زیبا میخونه، در حال حالا مردانه در واقع، ولی همیشه آهنگ با ایشون انتخاب میکنه، صدای خوبی هم داره. عکس تصویر منو پدر جان داری از واقعا بچگی موقع صدایشون بزرگ شد چیز دیگه ای گوش نمیکرد بانو سیما بینا و ما لذت میبردیم و کلی کیف میکردیم. این شد که ما انقدر علاقه من به صداهای خوب شدیم تا من ایشون رو ندیده عاشق شدم، عاشق صدایی که از افتخار داریم پخشش کنیم. پس خداحافظی میکنیم گلم لای لای برق نگاهه نور مهتابی برکه آبی آرزوی دل چشم سیاهه چشم سیاهه برق نگاهه ابر غمم را ببارم سر راهه های ببارم سر راهه Thank you.
شادی شد گل شادی، آرزوی دیدنت خندیدنه مثل سرابه، قنچه مهر خفته یوم نشکفته یوم چون گل پر پر برابه. گل شادی شد گل شادی، آرزوی دیدنت خندیدنه مثل سرابه، قنچه مهر خفته یوم نشکفته یوم چون گل پر پر برابه. های گلم لای لای، خوش گلم لای لای، برق نگاهه مهتابی، برکه آبی، آرزوی دل، چشم سیاهه، چشم سیاهه، برق نگاهه، ابر غمم را ببارم سر راهت، های ببارم سر راهت، های ببارم سر راهت. سیاوش منصوری هستم، مشاور ارشد املاک از شرکت ریمکس ریلتران. باری دیگه خدمتتون هستم که فرا رسیدن نوروز باستانی رو به شما عزیزان فرخنده باد بگم و در ضمن سپاسگزاری کنم از تمام دوستانی که در سال گذشته اجازه دادن ما در خدمتشون باشیم و با حمایت خودشون باعث پیروزی روز افزود ما شدن. برای یکایک شما عزیزان آرزوی سالی سرشار از تندرستی، پیروزی و خرسندی دارم. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. فرا رسیدن سال نو را خدمت شما هموطنان و فارسی زبانان عزیز تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که سال آینده سرشار از صلح و سلامتی برای همه شما داشته باشیم. با سلام، علی احمدی مقدم هستم، وکیل رسمی در استان اونتاریو. خواستم از این فرصت استفاده کنم و سال نو را به تمام شما عزیزان تبریک بگم. با هم دیگه سال خیلی سختی رو پشت سر گذاشتیم، با امید اینکه امسال سالی توام با سلامتی و موفقیت در پیش رو داشته باشیم. هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز. بهار بهترین بهانه برای زیستن و آغاز بهار، نوروز ماندگار ما ایرانیان را همراه دارد. نوروزتان سرشار از عشق و سلامتی باشد. نوروز خجسته باد. رویا جمالی، مدیر وام مسکن از بانک تیدی کانادا تراست. به جمشید و آین پاکش درود، که نوروز از او مانده در یاد بود. نوروزتان مبارک. من فرند دلانی هستم از سرویس انترنشنال یادی کانادا. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. نوروزتان پیروز. نوروز یادگار جمشید جم و پاسداشت پاکی ها، نیکی ها و پهلوانی ها بر همه ایرانیان نیکو سرشت خجسته باد. برای تمام کسانی که این روز را گرامی می دارند، به خصوص هموطنان عزیزم، آرزوی سالی با فکری آسوده و بدون دغدغه دارم. با درود، آرین کامیاب هستم، وکیل رسمی در آنتاریو. فرا رسیدن بهار و نوروز باستانی را به کلیه هموطنان عزیزم تبریک گفته و در این سال نو برای همه شما عزیزان سلامتی و موفقیت آرزومندم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. نوروز یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار، بر همه ایرانیان نیکو سرشت خجسته باد. غزال بنی اسدی، بروکر املاک، آرزوی سالی سرشار از سلامتی و آرامش و موفقیت برای شما هموطنان عزیز دارد. مریم جمشید.
وکیل رسمی استان اونتاریو. فرارسیدن سال نو خورشیدی، نوروز باستانی و آغاز بهار رو از طرف خودم و همکارانم در دفتر وکالت آراد خدمت هموطنان عزیز تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که سال بسیار خوبی پر از سلامتی و موفقیت در پیش رو داشته باشید. بهار دل چو خرم باشد، خالی ز نشان قصه و غم باشد. امید که در هوای نوروز جدید آگاهی و عشق با تو همدم باشد. امید که در هوای نوروز جدید آگاهی و عشق با تو همدم باشد. گشت گردا گرد مهر تابناک ایران زمین، روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین. ای تو یزدان، ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر سپهر، برترینش کن برایم این زمان و این زمین. افتخار استاد نادر نادری که هیچ زمستانی ماندنی نیست. جناب نادری عرض ادب دارم، خیلی خیلی خوش آمدید. مرسی از همکاری صمیمانه شما در تمام این سالهایی که هم ما افتخار داشتیم در خدمتتون باشیم، هم جامعه ایرانی مقیم تورنتو میشه گفت جناب نادر نادری پنجه طلایی ما. کمتر جایی ما چه در شادی گفت پیش آمده که در برحال کنار هموطنان در حتی غمشون شریک بودین، ولی خب اغلب شادی ها بوده و بزن و بکوپ ها و جشن ها که حضور شما رو همه جا داشتیم. مرسی. و برحال صحنه هنر رو پر رنگ تر میشه کردیم. خیلی ممنون، خسته نباشید. مرسی، عیدتون مبارک. عید به همه هموطنان عزیزمون، همه کسانی که در هر کجای کره خاکی بیننده ما هستند در این لحظه و یا صدای ما را از طریق اینترنت و جعبه های جادویی رادیو هنوز شنوا هستند، تبریک و تهنیت میگیم و بهار و نوروز جاودانه ای رو براتون آرزو داریم. سپاس فراوان از اینکه در شادی کوچک ما شریک بودین و با ما به منزل هموطنان آمدین تا عید دیدنی کنیم، و چه خوشتر از اینکه با پنجه های طلایی ایشون بتونیم لحظه لبخند و شادی به لبان شما بیاریم. خیلی ممنون. مرسی.
درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز. در آستانه فرارسیدن عید سعید باستانی نوروز و تمطراق پیک بهاران و آغاز سال نو، تبریک و تهنیت صمیمانه شرکت لندرزبور گروپ و اسکای پراپرتی گروپ را تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی را آرزومندی. همچنین به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که مجموعه شرکت‌های ما که طی 10 سال گذشته در بخش وام مسکن در خدمت جامعه پویای ایرانی در تورنتو بوده، همکنون در راستای ارائه طرح‌های مسکونی و پروژه‌های ساختمانی در بهترین مناطق تورنتو برای علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری و خرید واحدهای مسکونی خواهد بود. امید داریم که سال نو سالی سرشار از صلح و دوستی برای همگان باشد. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. شاد و سربلند باشید. سلام و صد سلام بهاری تقدیم حضور شما بینندگان و شنوندگان عزیزی که در هر کجای کره خاکی بیننده و شنونده ما هستید. خوشحالیم، خیلی خوشحالیم. چرا؟ چون نوروز بهاره. خوشحالیم که میتونیم پیش شما عزیزان باشیم، بیایم عید دیدنی. اما عید دیدنی مگه میشه بدون وجود حاجی فیروز؟ حاجی فیروز بیا که همه منتظرن عید آمده. ارباب خودم فصل بهاره، ارباب خودم حاجی بهاره. آخ کی تو رو قشنگ کرد، مست و ملنگ کرد، از همه رنگ کرد، رنگ و پرنگ کرد. وای گفتی که نوبهاران از یاد رفتنی نیست، وان خاطرات شیرین برباد رفتنی نیست. گفتی که زندگانی در شور عشق پیداست، تا یک جوانه باقیست نوروز مردنی نیست. زنده باشید عزیزان بیننده، سال نوتون مبارک باشه. بعد از 2 سال کرونایی بالاخره در خدمت خانم احمدی هستیم، زحمت کشیدم. بله و از دست کرونا فرار کردم دیگه. البته تو این 2 سال گذشته من 6-7 بار کرونا گرفتم. به خدا گذاشتم تو یخچال تگری شد، زدم تو رک. میدونید که یه نوشیدنی هست به نام کرونا تو کانادا. بله خیلی هم خوب. خب حاجی فیروز، ما همه نو حاجی فیروز دیده بودیم. نشاط عزیز ما البته نبودی در برنامه ها، خیلی راجع به صحبت میکردیم، راجع به خاطرات، راجع به همین سالهای خیلی سال شده. نه به سن و سال من که نگاه کنم 35 ساله خیلی، یعنی واقعا به سالهای دور برمیگردیم. آره من که خیلی کوچولو بودم یادم میاد. ولی نشاطی که از آدمهای با غیرت، با وجدان و خوب شهر ماست. یادمه تو برنامه ها با همکاران یادت کردیم و گفتیم که بخاطر اینکه ما به نماد گذشته و
فرهنگمون حاجی فیروز سیاهی اینجا داریم با صورت سیاه. ما اشاره کردیم که تو چقدر زیبا این سیاهی رو برگردوندی به دو پرچم کانادا و ایران در روی گونه هات و چه کار قشنگی. امسال ما حاجی فیروز ریشو ندیده بودیم و پرچمه که نیست که هیچ، از ریش هم گذاشتی. فلسفه قبلی بود که به خاطر احترام به جامعه رنگ بستان من صورتم رو هیچ وقت سیاه نکردم. بعد سمت راستم پرچم ایرانو میزدم که چشم و چراغ همه ما هستش. سمت چپم پرچم کانادا رو میزدم که خانه دوم ما هست. ولی امسال که ریش گذاشتم چون این ماسک باید بزنیم بعضی جا ماسکه میچسبه به دهنم، این ریش رو گذاشتم که یه فاصله اینجا بتونم نفس بکشم. بسیارم عالی. البته خب ریشم تو این دو ساله خیلی مد شده بود و همه هم گذاشتن. خلاصه ما حاجی ویروز ریشو ندیده بودیم که دیدیم امسال به برحال میمنت کرونا. خب حالت چطوره؟ اصل حالت چطوره؟ عالی، بهتر از این نمیشه. من میخوام فقط از این فرصت استفاده بکنم یک مقدار مراسم بسیار زیبا و قشنگی ما داریم از نوروز که من بعضیاشو نوشتم به اصطلاح آوردم براتون که اعلام بکنم اینجا. یکی این که ایام عید یادمه از بیمارایی که مثلا اون زمان ها البته بیمارستان اونقدر نبود، مردم تو خونه مثلا از بیماراشون پرستاری میکردن. اول عید پدر مادرها ور می داشتن ماها رو می بردن به اصطلاح خونه اون عیادت بیمار و باعث می شدن که به هر حال بیمار یه روحیه‌ای بگیره و شاد بشه. البته قبل از کرونا ما هم این کار رو تو کانادا انجام می دادیم. من همیشه پشت تریبون می گفتم به ایرانیا اگه یانن دوستی فامیلی تنهاست یا بیماره فامیلی دارم بیماره به من خبر بدن، میرفتیم به اصطلاح بالا سرشون و داریه میزدم و هر حال باعث میشدیم که بیماریشون زودتر خوب بشه و یه مقدار سر حال بیاد. و دومین کاری که پدر مادرها یعنی اجداد ما به اصطلاح زمان عید انجام میدادن، اگه دو نفر در طی سال با هم دیگه قهر بودن و اینا با هم دیگه میرفتن خونه یکی اونو بر میداشتن میرفتن اون طرف خونه طرف مقابل، بعد اونجا انقدر میشستن تا اینا آشتی کنن و هم دیگر رو ماچ بکنن و بیان بیرون. اینم واقعا سنت زیبایی هستش. سومین چیز کمک به افراد بی‌بضاعت بود، کسایی که در طول سال مثلا بیزینسشون از دست داده بودن و شکست شده بودن یا به هر علتی یا بی پول و بی‌بضاعت شده بودن، بالاخره از اسب افتاده بودم پایین میرفتم خونه اون سر میزدم. قدیم که مبل و اینا نبود یادمه که رو فرش معمولا پشتی میذاشتن و پتو مینداختن. الان این برمیگرده به چند سال من زمان مظفرالدین شاه و احمد شاه و اینا رو دارم میگم، شما اون موقع هنو به دنیا نیومده بود که یادت راحت باشه. بعد موقعی که میخواستم بیام بیرون یه اسکناسی میذاشتم زیر پتو بدون این که صابخونه خجالت بکشه و اینا، بعد اونجا رو ترک میکردم. اینم واقعا مراسم زیبایی هستش. مراسم دیگه که الانم اینجا هم مد هست به اصطلاح انجام میدن عیدی دادن هستش. عیدی دادن و گرفتن خودش خیلی به اصطلاح چیز خوبی، رسم خوبی هستش، خیلی زیباست. یعنی امروز ما از من ایدی بگیری، یعنی الان همه اینا رو گفتی که برسی به این ایدیه. حالا ولی گفتی ایدی دادن هم اگه هست. یادتون باشه پدرهای ما مثلا میرفتن بانک پول اسکناس نو میگرفتن
بعد این خودش یه فلسفه ای داشت، اسکناس نو. قدیم یادمه که تو ضرب المثل ها میگفتن که طرف حاضر جون بده ولی پول نده. هنوز شما این ضرب المثل ماندگار هست. اینا میخواستم به بچه ها بگن که ما انقدر شما رو دوست داریم که حاضریم به اصطلاح از جونمون عزیزتر که پولمون باشه بدیم به یادشون بدن. بعد دومین فلسفه ای که اونجا بود، میخواستم به بچه ها دست دلبازی و سخاوت رو یاد بدم. که اینم باز کار خیلی خوبی هستش. حالا ببینیم خانم احمدی چقدر سخاوت میخواد یاد بده. از پدر مادرم اگه سخاوت بردونشون کلن الان باید اینجا رو به نامت کنم برم. خیلی مستان رو من یاد بدم. ولی چشمون ما ایدی به شما میدیم، وظیفه‌مونه. رسم خوبیه ولی ایدی ازت میگیریم برامون بخونه. بشکن بشکن و حاضری که بخونیم دو سال باشی ولی حتما یادم ولی بشکن ولی بشکن. عزیزانم تو خونه بگم بشکن بشکن. من نمیشکنم بشکن. برای چی بشکنم؟ برای خانم خانوها. شما بشکن فقط بگم بشکن. خب برو برای چی بشکنم؟ بشکن. برای چی بشکنم؟ بشکن. برای خانم خانوها بشکن. برای آقا پسرها بشکن. برای مردم خوب بشکن. برای قلبای صاف بشکن. برای ایران زمین بشکن. برای این سرزمین بشکن. اینجا بشکنم اون گله اونجا بشکنم این گله دار این حالی تو من مرخ داره کی تو رو خفن مست و برنگ کرد از هم رنگ کرده رنگ و برنگ کرد دای دای سلامت باشید، تندرست باشید، شادکام و نوروزتون پیروز باشه. من به عزیزان همزبان آذریم هم تبریک بگم. اینجا حیفه که این همه راه میام اینجا تبریک آذری نگم. ما هم مهمان آذری داشتیم، همه خواهش هم داشتیم. عزیز محترم آذریلر، بلودوز یاغار اولسون، سولاروز آخار اولسون، اجاغوز یانار اولسون، نوروز بایراموز مبارک اولسون. نوروز تو مهمیدیم، نوروزش مشترک بود، بقیهش هم همین سلامتی دیگه. خیلی هم خوب، خیلی ممنون ازت. مرسی که سالیان سال کنار این جامعه ایرانی دور از وطن بودی. میدونم که به هر حال چراغ این حاجی فیروز و بچه هایی که کنار تو خیلی واقعا کوچولو بودن تو سالهای اولیه بازارها، یادم بازار سازمان زنان برگره 35 سال واقعا 35 می دیدم بچه های کوچه اون الان فکر کنم الان خودشون 30 سال گذشته، هر کدوم می بینم آقای بزرگی شدن و تو رو می شناسن. تو خاطرشون از بچه های خود من همیشه سراغتو میگن، همیشه احوالتو میپرسن و اینی که تو ذهن بچه ها کاشته این عشق رو، این بذر محبت رو، و همونطور که گفتم یکی از انسان‌های خوب شهر ماست. خوشحالیم که حاجی فیروز ما فقط در لباس حاجی فیروز نیست، واقعا ذاتن هم مهر و وفای اون داره. تا سال دیگه رفت، تا سال دیگه حاجی فیروز سال یه روزه. حاجی فیروز این فرصتی که به دست اومده این دو سال ما نشون داد که چقدر واقعا ما از جدایی رنج می‌بریم. هم دیگر رو بغل بکنین و یواشکی دور از ویروس هم دیگر رو ماچ هم بکنین. زندگی بسیار خوبی داشت، شاد باشین، خیلی خوش برخش ندیم. علم دولت نوروز به صحرا برخاست، زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست، بر عروسان چمن بست صبا پرگوهری که به غواصی ابر از دل دریا برخاست.
با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز، در آستانه فرارسیدن عید سعید باستانی نوروز و تمطراق پیک بهاران و آغاز سال نو، تبریک و تهنیت صمیمانه شرکت لندرسپور گروپ و اسکای پراپرتی گروپ را تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی را آرزومندی. همچنین به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که مجموعه شرکت‌های ما که طی 10 سال گذشته در بخش وام مسکن در خدمت جامعه پویای ایرانی در تورنتو بوده، همکنون در راستای ارائه طرح‌های مسکونی و پروژه‌های ساختمانی در بهترین مناطق تورنتو برای علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری و خرید واحدهای مسکونی خواهد بود. امید داریم که سال نو سالی سرشار از صلح و دوستی برای همگان باشد. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. شاد و سربلند باشید. با درود، سیاوش منصوری هستم، مشاور ارشد املاک از شرکت ریمکس ریلتران. بای دیگه خدمتتون هستم که فرارسیدن نوروز باستانی رو به شما عزیزان فرخنده باد بگم و در ضمن سپاسگزاری کنم از تمام دوستانی که در سال گذشته اجازه دادن ما در خدمتشون باشیم و با حمایت خودشون باعث پیروزی روز افسون ما شدن. برای یکایک شما عزیزان آرزوی سالی سرشار از تندرستی، پیروزی و خرسندی دارم. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. بهار بهترین بهانه برای زیستن و آغاز بهار نوروز ماندگار ما ایرانیان را همراه دارد. نوروزتان سرشار از عشق و سلامتی باشد. نوروز خجسته باد. رویا جمالی، مدیر وام مسکن از بانک تی دی کانادا تراست. به جمشید و آیین پاکش درود، که نوروز از او مانده در یاد بود. نوروزتان مبارک. من فرند دلانی هستم از سرویس انترنشنال کانادا. بهترین ها رو برای تون آرزو میکنم. نوروزتان پیروز.